درودی دیگر خدمت شما یاران وفادار کانال کیوسک به اولین برنامه امروز خوش آمدید. پیام جدید نتانیاهو به ملاها تا آخرین نفرتان را محو می کنیم. و موج خشم و نفرت از سران جمهوری اسلامی با انتشار اسناد BBC. توجه شما را جلب می کنم به پیام یک بختیاری قیور به مردم مردم ایران دست نامردن و پسش بگیری. خیلی راه سخت از مسالمت آمیز نمیشه عقل و قانون و منطق قالی مثلا خیلی ما و ما سادن عمل کردیم تجربه شخصی من هر شغلی داری ابزار تمراد باش مثلا سی ای کرنج کرنج هم. مثلا ای چوپانی ای باغبانی ای کشاورزی داست کرنجت کروکت تبرت سبک باشه فقط و قابل استفاده سریع همراد باشه حتی یه دختر رسی که تو خیابون تیرون یه میل جکت بافی یه سوان سوانی که ناخونه تیز ازش صاف میکنی تو دست باشه هر کی به تعرض که بس تو صورتش بس تو رنگ گردنش بس تو چیشش راهی دیگه وجود نداره ما همه راهای های مسالمت آمیز امتحان کردم فایده نداره عقل و قانون و منطق حالی رژیم نی بیشرافت منترین خانواده ها رو استخدام کردن دم از شرافت زهرام زنن شرافت حسین میزنن شرافت علی میزنن اینا نوکر روسا و چینیان پیش از شنیدن این خبر و تحلیل مهم اگر از فعالیت رسانه ما رضایت دارید با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاهتون در آخر این برنامه یاری رسان تیم پرتلاش کیوسک باشید در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم پیام جدید نتانیاهو به ملاها تا آخرین نفرتان را محو میکنیم بر اساس اخبار منتشر شده در ساعت پایانی شب گذشته ارتش اسرائیل در یک حمله برقاسا به وسیله جنگنده های اف 35 محل حضور اعضای سپاه قدس و حزب الله را در یک هتل رستوران با اصابت دو موشک منهدم کرد که باعث کشته شدن نه نفر از جمله دو افسر بلندپایه ایرانی شده است ساعتی بعد از این حمله نخست وزیر اسرائیل در ویدیویی که از محل دفترش منتشر کرد اعلام کرد تا آخرین نفر اعضای سپاه و حزب الله را نابود میکند و هیچ کس نمیتواند جلوی ارتش اسرائیل را در دفاع از مردمش بگیرد. نتانیاهو بیرون راندن حزب الله از جنوب لبنان را یک هدف ملی خوانده است و افزود عملیات رفح چه توافق صلح امضا شود چه نشود از فردا آغاز می شود. دو روز پیش بلومبرگ گزارش داد نیروهای ارتش اسرائیل خود را برای یک جنگ بالقوه تمام ایار و همه جانبه با گروه های نظامی حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی در لبنان آماده می کنند. این خبرگزاری در گزارشی به نقل از ارتش اسرائیل نوشت این کشور به دنبال توسعه اقداماتی برای مقابله با تهدید هاست از جمله آموزش نظامی اضافی برای نیروهای زمینی، دریایی و هوایی در شمال اسرائیل. به گفته این مقام اسرائیلی در صورت وقوع یک جنگ همه جانبه با اسرائیل پیش بینی می شود روزانه 5000 موشک از لبنان و صدها موشک دیگر از سوی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در یمن عراق و سوریه به سمت اسرائیل شلیک شود این خبرگزاری آمریکایی افزود اسرائیل بیش از 15 سال است که خود را برای جنگ با حزب الله آماده می کند. موج خشم و نفرت از سران جمهوری اسلامی با انتشار اسناد بی بی سی جزئیات تکان دهنده سرویس جهانی بی بی سی از آخرین ساعات زندگی نیکا شاکرمی نوجوان 16 ساله ای که در اعتراضات زن زندگی آزادی جان سپرد با واکنش های زیادی روبرو شده است. حامیان حکومت گزارش را جلی می و تلاش می کنند جزئیات تعرض، شکنجه و کشته شدن نیکای نوجوان را زیر سوال ببرند. اما شهروندان خشمگین و اندوهگین برای آنچه بر سر این نوجوان معترض آمده به ازا نشستند. انتشار جزئیات آنچه بر نیکا شاکرمی رفت خشم و اندوه عمومی را در پی داشت گوهر عشقی مادر ستاره بهشتی نیز در این باره نوشت اشک چشمانم خشک نمی شود و جگرم شرح شرح شده است. انگار یک بار دیگر ستار و محمدم را جلوی چشمانم کشتند. آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات نیز در این رابطه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چرا مقام های حکومت ساکتند؟ چرا توضیح نمی دهند؟ محض رضای خدا کاری کنید که باور کنیم این گزارش نادرست است. رواست گر من از این قصه خون بگریم خون. در مقابل اما حامیان نظام جمهوری اسلامی موسوم به ارزشی نیز تلاشی هماهنگ برای بیعتبار کردن این گزارش را آغاز کردند. روز تحویل پیکر نیکا شاکرمی خانوادهش متوجه میشوند که دماغش منهدم شده و جمجمش شکسته است. روایت های خانواده نیکا از شرایط پیکر او با داده های گزارش سرویس جهانی بی بی سی همخانی دارد. مهدی کشتدار مدیرعامل خبرگزاری میزان تلاش کرد با زیر سوال بردن خانواده نیکا شاکرمی در اصالت گزارش سرویس جهانی بی, بی سی وارد کند. در این میان اما بیشترین تلاش برای زیر سوال بردن این گزارش را وحید اشتری انجام داد. نام اشتری که خودش را ادالت خواه میخواند با افشاگری در چند پرونده فساد اقتصادی از جمله سیسمونی گیت گره خورده است. اما پس از انتشار گزارش سرویس جهانی بی بی سی در رابطه با نیکا شاکرمی او دوباره مرکز توجه قرار گرفته است. این بار به دلیل گزارشی که روز ششم مهر 1401 منتشر کرده بود. گزارشی در تایید روایت رسمی حکومت. او دوباره اقدام به انتشار رشته توییتی در رابطه با گزارش سرویس جهانی بی بی سی کرده است تا بتواند اصالت آن را زیر سوال ببرد. برای مثال مدعی شده است مستند این مطلب یک نامه است که فاقد ابتدایات مثل فونت رایج نامه های اداری است او ادعا کرده است از همه عجیبتر در نامه بدون تاریخ آن بالا نوشته سال تولید دانش بنیان اشتغال که اسم سال 1401 است و نامه ظاهرا متعلق به همان سال است ولی ناجا از سال 1400 تبدیل به فراجا شد و در همه سربرگ و مکاتبات رسمی اسم فراجا می آید. این در حالی است که در گزارش بی بی سی فارسی در این رابطه توضیح داده شده است سندی که در تحقیقاتمون بررسی کردیم چند مورد از این ناهماهنگی ها را داشت مثلا پلیس ناجا که در گزارش آمده است در آن زمان به عنوان فراجا شناخته میشد به همین دلیل برای اطمینان از اصالت سند آن را به یک مأمور سابق اطلاعاتی ایران دادیم که صدها گزارش مشابه را قبلا دیده است او با استفاده از یک کد رسمی که روزانه توسط مسئولان اطلاعاتی در ایران صادر می شود بارشی و سپاه تماس گرفت تا در مورد وجود چنین گزارشی مطمئن شود در پاسخ تایید شد که چنین گزارشی وجود دارد و بخشی از یک پرونده 322 صفحه‌ای در مورد اعتراضات ضد حکومتی سال 1401 است همزمان خبرگزاری میزان ارگان رسانهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز دست به بازنشر گزارش قدیمی در رابطه با نیکاشا کرمی زد در این گزارش ادعاهای دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی در رابطه با نیکا تکرار شده بود ادعایی مانند ورود او به یک ساختمان نیمه کاره و پرت شدن او به داخل حیات ساختمان کناری خبرگزاری قوه قضایی اما توضیح نداده است که در صورت صحت ادعاهای مطرح شده در این گزارش چطور تا کنون حتی نام یکی از افرادی که در آن ساختمان ساکن بوده و در را به روی نیکا باز کردند افشا نشده و چرا نقش این افراد در پرونده مرگ نیکا در دادگاه مورد بررسی قرار نگرفته است یک سال دیگر هم پیرامون روایت ادعای جمهوری اسلامی همچنان بدون پاسخ است بر فرض صحت گزارش قوه قضاییه، نیکا در بین ساعت دو تا چهار صبح به حیات پرد شده است. چرا همسایه ها صدای او را نشنیدند و ساعت هفت صبح که متوجه پیکر او شدند با پلیس تماس نگرفتند؟ این گزارش سرویس جهانی بی بی سی که مبتنی بر استناد به دست آمد از گفتگوهای مفصل با اعضای تیمهای امنیتی ناظر بر اعتراضات تهیه شده است چند نکته مهم دیگر نیز دارد از جمله اینکه نعیم شانزده نام مستعار ارتباطی برای سروان محمد زمانی است که در سپاه خدمت می کند. سرویس جهانی بی بی سی تاکید دارد که این نام در میان حاضران در جلسه پنج ساعته درباره مرگ نیکا به چشم می خورد. جلسهی که در گزارش و خلاصه آن آمده است، نعیم شانزده همان کسی است که در بازجویی اعتراف کرده بود در پایگاه آنها تعدادی از معترضان جان باختند و او تمایل نداشت از تعداد جسدها به 20 نفر برسد. یکی دیگر از نکات های اهمیت عدم مجازات قاتلان نیکاشا کرمی است. سرویس جهانی بی بی سی در این رابطه نوشته است در کنار نام همه اعضای تیم دوازده که در جلسه حضور داشتند عنوان حزب الله قید شده است به نظر می دستد اشاره به این گروه برای توصیف کسانی به کار رفته است که توسط سپاه مورد استفاده قرار گرفتند ولی گاه خارج از حوزه قضایی نهاد هم فعالیت می کنند. از آنجایی که افراد فوق متعلق به نیروهای حزب الله بودند، پیگیری این پرونده فراتر از عخص تعهد و ضمانت امنیتی لازم امکان پذیر نبوده است. یاران و همراهان عزیز به پایان این بسته خبری رسیدیم فراموش نکنید تیم خبری ما با تلاشی شبانه روزی سعی در ارائه بهترین و با کیفیت ترین بسته های خبری به شما عزیزان رو داره با کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در بخش کامنت های این ویدیو یاری رسان تیم تحریریه کیوسک باشید روز بر همگی خوش و پاینده ایران